در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با اعلام برگزاری یک دولت موقت در ایران رسما اعلام کودتا کرده و در پی حرفاش مردم بیشتری به اعتراضات سراسری اخیر در کشورمون پیوستند مقام های کشورهای مختلف هم با خیزش مردم ایران همراهی کردن و هر کدوم به نوعی همبستگی با این جنبش و اعلام کردند. در آخرین خبر از پیمان همبستگی کشورهای پنج استرالیا هم با محکوم کردن سرکوب وحشیانه ی این خیزش به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده. پنیوان خطاب به دجالان جمهوری اسلامی گفته جهان در حال نظار است وانگ در سخنرانیش در نشست مجازی وزرای خارجه زن چندین کشور جهان درباره خیزش سراسری در کشورمون که به میزبانی کانادا برگزار شده بود با شعار زن زندگی آزادی شروع به حرف زدن کرده اون گفته استرالیایی ها در کنار زنان و دختران ایرانی و تلاششون برای برابری و توانمندسازی میستن. وزیر خارجه استرالیا گفته ما از حق مردم ایران برای اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکنیم و من همراه با دیگران از دولت ایران می سرکوب وحشیانه علیه معترضان رو متوقف کنه وگرنه برخورد دیگری خواهد شد اون با تاکید بر اینکه همه ما در غم از دست دادن جان صدها معترض مسالمت جو، مرد، زن و کودک به دست مقام های ایران اعضا داریم به گزارش های جدیدی که هر روز از سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه رژیم دجال جمهوری اسلامی و پیامدهاش منتشر میشه اشاره کرده. وان گفته هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش ایران تایید کرده دانش آموزان معترض برای چیزی که اصلاح خونده میشه به مراکز روانشناسی فرستاده میشن وزیر خارجه استرالیا گفته این هفته ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی آزار جنسی پلیس ایران علیه یک زن معترض رو نشون میده این اعمال خلاف وجدان و غیر قابل قبوله